آنلاین آکادمی، امیدوارم که مثل همیشه سر حال قبراه پر انرژی باشین و ما اومدیم که ضربه نهایی رو به فیزیک کنکور بزنیم، دخلشو بیاریم پرتش کنیم اونور دیگه، با خیال راحت بریم به زندگیمون برسیم. امروز و فردا کل فیزیک یک بار از ابتدا تا انتها با تست دوره میشه، شما همزمان با من هم یاد میگیری، هم میخونی، هم دوره میکنی و فیزیک تو کلن جمع میکنی، ایشالا به امید خدا دیگه تو روزای آینده فقط آزمون جامعه میزنی، یعنی دیگه کار دیگه ای برای فیزیک باقی نمیمونه جز حل آزمون جامعه و درصد گرفتن و در واقع تجربه آزمون دادن که ایشالا تو روزای آینده انجام میدین. دو تا جزوه رو پنلتون هست، یه دونه جزوه تستاییه که من قراره برای شما حل بکنم و شما قراره یاد بگیرین، یه دونه هم جزوه در واقع خلاصه درسه. این خلاصه درس ها رو حتما قبل از کلاس تمام فرمولا و روابطش رو بخونین، یاد بگیرین، حفظ بکنین که وقتی سر کلاس دارم سوال حل میکنم با روابطش آشنایی داشته باشین، اگر چیزی یادت رفته یادت بیاد. صبح های کلاس شما فرصت دارین دیگه، یعنی تا ساعت 4 بعد از ظهر که من بخوام بیام سر کلاس شما فرصت دارین برای دوره کردن، بهترین زمانه. فردا کلن فیزیک پایه کار میکنیم، شما فردا صبح زود پا میشی، از همون صبح زود که پا شدی تا ساعت 4 که من کلاس دارم سعی میکنی فیزیک 10 11 تو کامل دوره بکنی. اگر در طی سال شاگرد من بودی که میدونم بیشترتون بودین، از صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر جزوه های پایه‌ای که من بهتون درس دادم رو برای آخرین بار یه شخ میزنی و ساعت 4 به بعد هم اینجا تستاشو من برات حل میکنم. اگر هم شاگرد من نبودی که میتونی جزوه معلم خودتو در طی سال هر کسی که بوده، هر کدوم از همکارا که بوده، یک بار کامل دوره بکنید. چند تا نکته با هم دیگه قرار بذاریم بچه‌ها، چند تا نکته با هم دیگه قرار بذاریم، دقت کنید. جزوه که رو پنل، اصلا جزوه نبود که نداریم، جزوه رو پنل، میتونید از رو پنلتون دانلود کنید. چند تا قرار با هم دیگه میذاریم. یک، آقا تا پایان کلاس، کلاس پایان کلاس هم ساعت 10 10 و نیمه، نمیدونم که یه تا وقتی که جزوه امروز تموم شه، تا پایان کلاس هیچ دانش آموزی به هیچ علتی از کلاس خارج نمیشه. اگه خارج شدی آسیبی که در فیزیک میبینی پای خودت، من مسئولیت قبول نمی کنم. چرا اینقدر تاکید دارم که بچه تا پایان کلاس هیچ کس از کلاس خارج نشه؟ ببینید همایش تایماش طولانیه، مثلا 6 7 ساعت کلاسه، خب و خیلی فشرده است، طبیعیه که خسته کننده است. بعد از یه ساعتی دانش آموز خسته میشه و وقتی خسته میشه مغزش بهش پیام میده، هی بهش میگه که بیا از کلاس برو بیرون، بپیچون کلاس رو، نمیدونم، خاموش کن لپتاپو، خاموش کن برو بیرون. آقا این کارو بکنی باختی. عادت کنید به نشستن، سعی کنید رو اون صندلی بشینین، پا نشین، سعی کنین 6 ساعت 7 ساعت یه جا بشینین، خیلی مهمه ها، چون روز کنکورم یه تایم طولانی باید بشینی. برای همین یه موضوع دیگه هم که هستش اینه که شما دیگه وقت آفلاین دیدن نداری، امروز فردا باید تموم شه، اینو بیای خاموش کنی لپتاپتو بری، بعد بعدن بعد آفلاینشو ببینی، بعد همایشه دیگه هست و فرصت نمیکنی. اگر هم به فکر اینی که بقیهشو فردا صبح ببینی، فردا صبح قرار فیزیک پایه بخونی، پس هر چقدر هم خسته شدی از یکی از اعضای مهربون خونه خواهش میکنی، میگی که لطفاً برای من یه چایی، یه دونه نسکافه با چند تا دونه خورما هر 2 ساعت یه بار 3 ساعت یه بار برات بیارن کنار دستت، همونجا که داری به درس توجه میکنی اون چایی تو هم با خورما بخور که انرژی بگیری تا ساعت 10 شب دووم بیاری. نکته بعدی این که حتماً یه کاغذ سفید باید کنار دستتون باشه، یه خودکار مداد تو دستت باید باشه، سعی کنی سوالا رو حل کنی حتی به غلط. اینو همیشه سر همه کلاس ها تاکید میکنم. بعدم آقا جان خودتون رو لوس نکنین، درصد مرصد نگیر، آی نمیدونم اینو تونستم حل کنم، اونو نتونستم حل بکنم، 3 تا سوال پشت سرم نتونی حل بکنی بگی وای من کنکور قبول، اینا نیست. تستای جزوه همایشتون همش نکته داره و همش سخته، پس طبیعیه که خیلی هاشو نتونید حل بکنید، هیچ اشکالی هم نداره، فدا سرتون. ما دنبال این نیستیم که شما وقتی نتونستی حل بکنی تضعیف رویه بشی، نه، من دنبال اینم که وقتی تو کاغذ یا خودکار کنار دستت هست و داری قبل از من سعی میکنی سوالو حل بکنی، باعث میشه که وقتی اون سوالو من حل کردم تو بهتر یاد میگیری و تو ذهنت بهتر میشینه
و دیرتر فراموش میکنی. اصولا دانش آموزایی که سر کلاس اکتیو ترن، چون توی کلاس همزمان با من دارن سعی میکنن سوال حل کنن، صورت سوالو بهتر درک میکنن. یه سری اشتباهایی تو حل انجام میدن، حواسشون جمع میشه که دیگه اون اشتباه رو انجام ندن، یه تجربه‌ای به دست میارن، ما اونو میخوایم. پس اگه همزمان با من داری سوالا رو حل میکنی، 10 تاش هم پشت سرم نتونستی حل بکنی، تضعیف روحیه نمیشی. اگه دیدی تو صفحه چت بعضیا از تو زودتر حل میکنن، باز تضعیف روحیه نمیشی، چون بعضیا از دیشب شروع کردن جزوه رو حل کردن، جوابشو دارن. اصلا کلن این به این روحیتون بگین یکم خودشو لوس نکنه، امروز هیچ کس تضعیف روحیه نمیشه، هدف یادگیری عالی درس. حالا من همه قرارا رو با شما گذاشتم، بریم سراغ درسمون. استراحت هم بهتون میدم ولی کم. بچه ها ما جزوه های ته سالمون اگه خاطرتون باشه اسمش فیزیک درمانی بود دیگه، بعد جزوه های نکته و تست شد چی؟ پرتو درمانی. جزوه همایشتون هم غنی سازیه، ایشالا قرار امروز و فردا شما غنیشین دیگه. بریم سراغ سوال یک. سوال یک جزء سوال سخت فصل حرکت، گفته دو متحرک همزمان از نقطه های آ و سی با سرعت های ثابت به سمت یکدیگر حرکت میکنن، در نقطه بی از کنار همدیگه میگذرن و در ادامه 16 ثانیه طول میکشه تا متحرک اول از بی به سی برسه، 25 ثانیه طول میکشه متحرک دوم از بی به آ برسه. خیلی خوب و با حوصله یه دونه شکل میکشین، بعد دقیق توش مشخص کن که یه متحرک داشته حرکت میکرده از یه نقطه تا یه نقطه دیگه تو چه مدت حرکت کرده. خب اینجا ما یه متحرک اول داریم که از آ را افتاده داره میره به سمت سی، یه متحرک دوم داریم که از سی حرکت کرده داره میره سمت آ. آقا این دوتا با هم دیگه همزمان حرکت کردن و همزمان به نقطه بی میرسن. وقتی دوتا متحرک از دوتا نقطه همزمان شروع به حرکت میکنن و با هم به بی میرسن، اینطوری نیست یکی زودتر برسه یکی دیرتر، همزمان دارن به بی میرسن، شما بعد زمان حرکتشون رو تا نقطه بی یکسان بگیرین. خب بعد گفته متحرک اول از بی به سی رو توی 16 ثانیه رفته، متحرک دوم هم 25 ثانیه طول کشیده از بی به آ بره. یه دونه از اینا من قبلا براتون حل کرده بودم، تو کلاس نکته و تست عمل کرده بودم، بهتون میگفتم بچه ها وقتی متحرک داره با سرعت ثابت حرکت میکنه یه کار خیلی خوبی وجود داره، اونم اینه که بری براش تناسب بنویسی. میگفتم توی حرکت یک نواخت تناسب معجزه میکنه، اینجا اصلا تناسب جواب نمیده. بگو چرا؟ اصلا ما طول نداریم. ببین من نمیدونم طول به سه چقدره، طول آب چقدره، حتی نمیتونم یه نسبتی بینش پیدا کنم، یعنی مثلا نمیتونم بگم این چند برابر اینه، چون خبر از طول این پاره خطا ندارم سراغ تناسب هم نمیرم. باید با رابطه معادله حرکت یک نواخت که میشه دلتا ایکس مساوی با وی تی بری سوالو حل بکنی. بچه ها طول این پاره خط از اینجا تا اینجا با طول از اینجا تا اینجا برابره. این بالایی رو متحرک دوم طی کرده که سرعت متحرک دوم رو میگیریم وی دو، این پایینیه رو متحرک اول طی کرده که سرعتش رو میگیرم وی یک. آقا این طولا برابره دیگه، نه؟ من میخوام دلتا ایکس ها رو مساوی قرار بدم. ببین برای بالایی باید چی بنویسی؟ برای بالایی باید بنویسی وی دو ضرب در تی برابر از با، برای پایینی هم باید بنویسی وی یک ضرب در 16. بچه ها این دلتا ایکس با این دلتا ایکس برابره، این دلتا ایکس چقدره؟ سرعت متحرک دوم وی دو زمانش هم تی، پس میشه وی دو ضرب در تی. این دلتا ایکس چی میشه؟ سرعت متحرک اول وی یک زمانش هم 16. این دلتا ایکس، اینم دلتا ایکس، چون دلتا ایکساش برابر بود این دو تا این دو تا معادله رو با هم دیگه مساوی قرار دادم. حالا چون وی یک میخوای به دست بیاری، وی دو نمیخوای به دست بیاری، میخوای وی یک حساب کنی، بعد بیای وی دو رو بر حسب وی یک بنویسی. یعنی من الان میتونم بگم که وی دو برابر است با وی یک ضرب در 16 تقسیم بر تی. اینو داشته باش. همین حرکتی که اینجا انجام دادم رو میام برای این ورش انجام میدم. بچه ها طول این قسمت، طول این قسمت با هم برابره.
این قسمت زمانش 25، سرعتش هم چون متحرک دومه میشه V2، میشه 25 تا V2. این قسمت طولش با بالایی 1ه، سرعت متحرک اول V1 ضرب در T. ببین V1 ضرب در T با 25 ضرب در V2 باید برابر باشه، پس V1 ضرب در T با 25 ضرب در V2 باید برابر باشه. ببین اون V2 رو برده بذار اینجا، میشه V1 ضرب در T برابر است با 25 ضرب در، بعد به جای V2 چی می‌نویسی؟ V1 ضرب در 16 تقسیم بر T. V1 ها میره، این تیه میره تو این ضرب میشه T2، میشه 25 ضرب در 16. الان وقت جز گرفتنه، T میشه چی؟ 5 ضرب در 4 میشه 20. خب آقا جان شما تی رو به دست آوردی 20 دیگه، نه؟ این تیه الان چنده؟ 20ه. این تیه الان 20ه. پس کل زمان از آ تا سی چقدر میشه؟ یه 20 ثانیه، یه 16 ثانیه، کلش میشه چقدر؟ 36 ثانیه. 36 ثانیه حرکت کرده، طولش رو به ما داده بود 180. یعنی من از آ تا سی رو میدونم 180، زمانش هم میدونم 36. میخوام برم سرعت به دست بیارم، سرعت اولی رو هم میخوام به دست بیارم. اینطوری میشه، دوباره یه دلتا ایکس مساوی با وی تی مینویسی، به جای دلتا ایکسش میذاری 180، بعد سرعتش میشه V1، زمانش میشه 36، V1 در میاد 5. خب یه بار سری براتون توضیح میدم. آقا طول این تیکر رو حساب کردم شد V2 ضرب در T، طول این تیکر هم حساب کردم شد V1 ضرب در 16، مساوی قرار دادم، V2 رو بر حسب V1 پیدا کردم. همین کار اومدم راجع به این قسمت انجام دادم. سرعت متحرک دوم V2ه، V2 ضرب در 25 باید با V1 ضرب در T برابر باشه. اینو نوشتم، این V2 رو برداشتم اومدم گذاشتم اینجا، معادله من تک مجهولی شد، V1ش با هم دیگه ساده شد، فقط T موند. اون وقت T به توان 2 شد 25 ضرب در 16، جز گرفتم شد 5 ضرب در 4 20. حالا اگه اینجا 20 باشه، اینم که 16ه، کل زمانش میشه 36، کل طولش 180 بوده، میشه V1 ضرب در 36. V1 رو می‌خواستم شد 5. این توی این بخشی که مربوط به حرکت یک نواخ هست سخت‌ترین سوالیه که میتونه وجود داشته باشه، بقیه سوالا لولشون پایین‌تره. کلن فصل حرکت قسمت های سختشون قسمت حرکت شتاب ثابت بوده که حذف شده. خب حالا توی سوال 2 گفتم در نمودار مکان زمان شکل روبرو تندی متوسط متحرک در مدت زمان حرکت برابر 5 متر بر ثانیه است. تندی متوسط 5 متر بر ثانیه است. سرعت متوسطش در مدت زمان حرکتش چقدره؟ من قبلا بهتون گفته بودم که شما باید یک ویژگی رو در مورد سهمی ها بدونید، اون همینه که سهمی ها این دو طرفش با هم دیگه قرینه است دیگه. خب اینجا و اینجا با هم دیگه برابره، از اینجا تا اینجا 9 تا رفته بالا، از اینجا تا اینجا اومده 9 تا پایین. این طوله رو ندارم، یعنی اون نقطه رو نمیدونم چیه. خب بعد اینو اسمشو میذارم X0. یه از اینجا تا اینجا یه X0 طی کرده، این طوله رو بگیر X0، یه X0 طی کرده به اضافه یه دونه 9 طی کرده به اضافه یه دونه 9. چرا همه رو جمع میکنیم؟ به خاطر اینکه وقتی میخوای مسافت طی شده حساب بکنی، تمام طولهای پیموده شده رو با علامت مثبت با هم جمع میکنی. یعنی حتی این ممکنه که عددش منفیه، ولی تو کاری به منفیش نداری. چرا؟ چون داری مسافت حساب میکنی، میشه X0 به اضافه 9 به اضافه 9. این اسمش مسافت طی شده است. وقتی میخوای تندی متوسط حساب بکنی، میشه مسافت به زمان. تندی رو به ما داده بود 5، مسافت میشه X0 به اضافه 18 تقسیم بر زمانت چقدر؟ کل 6 ثانیه است. از تو نمودارت نگاه کن، کل زمانت 6 ثانیه است، میشه 6 5 تا 30 تا برابر است با X0 به اضافه 18. X0 در میاد 12. البته این X0 ما در واقع منفی 12. چرا؟ چون زیر خط افقیه. حالا از ما چی خواسته؟ سرعت متوسط. سرعت متوسط میشه جابجایی تقسیم بر زمان. خب جابجایی ما چقدره؟
اولین نقطه‌ای که آغاز کرده به حرکت -12، پایانش هم ایکسش صفره. آخرین نقطه‌ای که بهش رسیده ایکسش صفره. آخری رو منهای اولی بخوای بکنی میشه صفره، منهای 12 کل زمانش هم میشه 6، میشه چند؟ 2. میشه 12 به روی 6 میشه 2. این صفحه چت HD که اینجا هستش، نه یه تیکه بالاش اضافه شده باعث میشه که مال ادوب کانکت جلوی HD رو گرفته. الان نمیتونم پیام بچه ها رو درست بکنم. یه ذره میبرین بالا، یکی بچه ها یه پیامی بود، بریم بالا. خوبه، مرسی. بیاین. خب یکی از بچه‌ها پرسیده بود که فایل پر شده رو بهتون میدیم یا نه. بله، یعنی امروز هر چیزی دارم سر کلاس درس میدم، جمله همیشگی که 1,000,000 بار فکر کنم تکرار کردم. ببین اگه دستت تنده بنویس، اگه دستت کنده عکس بگی، اگه عکس گرفتن بلد نیستی صبر کن، بعد از کلاس چیکار کن؟ دانلود کن، بعد هر چیزی من دارم مینویسم تو جزوه وارد کن. برای اینکه وقت کلاس گرفته نشه من زیاد زمان برای نوشتن به شما نمیدم، یکم میخوایم سری بریم. بعدم دیگه به نفعت دست تون باشه دیگه عزیزم. شما سر جلسه کنکور 1 دقیقه و 15 ثانیه فرصت داری سوالو بخونی، حل کنی، گزینه‌شو بزنی. خب 1 دقیقه و 15 ثانیه خودت حل کنی. حالا الان من حل میکنم، حل منو میخوای بنویسی دیگه نباید بالای 1 دقیقه و 15 ثانیه طول بکشه دیگه. خب حالا سوال 3، فردی در یک مسیر مستقیم پیاده روی میکنه، مسافت پیموده شده توسط فرد 9 برابر اندازه جابجایی و یه بار تغییر جهت داده. نسبت فاصله نقطه آغاز تا تغییر جهت به فاصله پایان تا تغییر جهت کدام میتواند باشد؟ بچه‌ها من از اینا هم سر کلاس عمل کرده بودم، هم تو کلاس نکته و تست بهتون گفته بودم که این جور شکلا رو بهتره که بیاین براش یه محور بکشین، حرکت کنین، دقیقا چیزایی که سوال میگه رو روی شکل پیاده کنین. من میگم یه متحرکی انقدر اومده جلو، بعد انقدر دیگه رفته جلو، بعد برگشته، یه بار تغییر جهت داده. خب این متحرک من رفته، تغییر جهت داده، برگشته، طبق گفته سوال فقط یه بار تغییر جهت داده. خب بچه ها قبول دارین طول اینجا و اینجا با هم دیگه برابره؟ اون طول هایی که با هم برابر هستند رو ما میگیریم ایکس. چرا ایکس؟ آقا هر چی دوست داری بگی، بگی ال، بگی پی، اسم دیگه هر چی دوست داری بذار. ببین من از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا رو چون میدونم برابره طولاشو مساوی گرفتم. حالا جا به جایی رو وقتی میخوای در کل شکل حساب بکنی، فاصله بین دو نقطه آغاز پایان اسمش میشه چی؟ میشه جا به جایی. الان این آغازته، این پایانت، این میشه جابجایی. جابجایی رو هم می‌نویسم دی. سوال گفته چی؟ مسافت که با ال نشون میدیم 9 برابر جابجایی. حالا مسافتت چی میشه؟ یه دونه دی، یه دونه ایکس، یه دونه ایکس، یعنی میشه دی به اضافه 2x. دی به اضافه 2x 9 دی، 2x 8 دی. چی میخوایم؟ دی یا ایکس فرقی نمیکنه. خب پس من این دیه رو ورداشتم اووردم این ورد شد 8D، 2X شد 8D، X در میاد 4D، X رو بر حسب دی پیدا کردم. حالا برم سراغ این که ببینم سوال اما چی خواسته. فاصله نقطه آغاز تا تغییر جهت. آقا این دستم رو آغازه، اینجا رو تغییر جهت. آغاز تا تغییر جهت میشه دی به اضافه X، آغاز تا تغییر جهت دی به اضافه X میشه. پس از آغاز تا تغییر جهت میشه دی به اضافه ایکس. بچه ها پایان تا تغییر جهت چی میشه؟ ایکس. اندازه هاشو باید تقسیم بکنی. ببین به جای ایکست میذاری 4D، میشه دی به اضافه 4D به 4D میشه 5/4. گزینه 3. عالیه، کیف میکنم میبینم وقتی حل کردم
پاسخ صحیح گزینه صحیح رو زدین. یعنی اصلش اینه که شما زودتر از من باید به جواب برسین، چون من اینجا دارم توضیح میدم، تو که واسه کسی نباید توضیح بدی، پس تو باید زودتر از من به جواب برسی، گزینه صحیح هم تایپ کنی. قرارمون این بود اونایی هم که نمیتونن گزینه صحیح رو تایپ کنن، جوابشون درست در نمیادم، افسردگی نگیرن. خب آقا سوال 4، خودرویی در جاده مستقیمی با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت در حرکت است، 2 ساعت با این کار دارم، 2 ساعت پس از آن خودروی دیگری از همان نقطه با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت به دنبال خودروی اول حرکت میکند، خودروی دوم چند ساعت پس از آغاز حرکت خود به خودروی اول میرسد. بچه من توجه کنین، یه قلقی داره این سوالا، میخوام قلقش رو بگم. باریکلا به همه جون. ببین قلقش اینه، اگر بین 2 متحرک اختلاف زمانی بود، متحرک اول را به اندازه اختلاف زمانی حرکت میدهیم یا جلو میبریم. خب آقا اگر بین 2 تا متحرک اختلاف زمانی وجود داشت، ابتدا متحرک اول رو به اندازه اون اختلاف زمانی باید حرکت بدیم. ما اینو میدونیم که اگر 2 تا متحرک با سرعت‌های ثابت حرکت کنه، یه بار دیگه دارم میگم 2 متحرک با سرعت ثابت حرکت کنن، اون سوال‌ها با معادله نسبی حل میشه. معادله نسبی چیه؟ دلتا ایکس نسبی، وی نسبی ضرب در تی. خب ببینید، دلتا ایکس نسبی وی نسبی ضرب در تی. خب وقتی میخوای این معادله رو بنویسی، باید 2 تا متحرک در واقع زمانهاشون یکی باشه دیگه. الان مثلا اینا با هم یه اختلاف زمانی دارن، یکیش با سرعت 70 را افتاده، یکی دیگه بعد از 2 ساعت را افتاده. شما اول متحرک اولت رو به اندازه اون اختلاف زمانی حرکت بده، متحرک اول من اگه دلتا ایکس مساوی با وی تی رو براش بنویسم، ویش که 70ه، زمانش هم 2 میشه 140 کیلومتر. یعنی متحرک اول من 140 کیلومتر حرکت میکنه. بعد که متحرک اول من 140 کیلومتر حرکت کرد، رسید اینجا، حالا تازه دومی پشت سرش را افتاده با سرعت 90 میخواد حرکت کنه. خب الان که متحرک اول من 140 کیلومتر رفته جلو، رسیده اینجا، دومی تازه اینجاست، دومی چون از اولی سرعتش بیشتره میتونه خودشو به این برسونه. حالا میخوایم ببینیم این متحرک دوم چند ثانیه پس از آغاز حرکتش به متحرک اول میرسه. بچه ها دلتا ایکس نسبیشون چیه؟ 140، چون این قراره به این برسه دیگه، پس دلتا ایکسش میشه 140. چون سرعتاشون با هم همجهته، همجهتا سرعت نسبیش چجوری به دست میاد؟ کم میشه، میشه 140 90 70 تی، میشه 140 تقسیم بر 20، میشه 7 ساعت. ببین نه که من دلتا ایکس رو کیلومتر گذاشتم، سرعت ها رو کیلومتر بر ساعت گذاشتم، برای همین جوابم بر حسب ساعت به دست میاد. من یه توضیح به شما بدم لطفاً، اینی که میگم و از اون سوال فیزیکایی که حل میکنم بهتر گوش کنین، سعی کنین منظور منو کامل درک کنید بدون سوء تفاهم. بچه ها مثلا من تو کلاس همایش میام این سوال رو حل میکنم، یکی میاد میگه آقا اصلا دلتا ایکس نسبی یعنی چی؟ اصلا سرعت نسبی چرا کم شد؟ اصلا چرا متحرکا همجهتن کم میکنی؟ ببین اینا دیگه جاش تو همایش نیست بپرسی، که همایش 2 روزه، ما در 2 روز
قرار کل فیزیک رو جمع‌بندی کنیم، پهن‌بندی نمی‌خوایم بکنیم که. یعنی چی؟ یعنی قراره یه دانش آموزی فیزیک رو خونده براش جمعش کنیم، قرار نیست باز کنیم. پس اثبات فرمول نداریم، توضیح چیزایی که واضحه نداریم. یعنی فرض بر اینه که دانش آموز الان یه سال داشته درس میخونه، سرعت نسبی میدونه چیه دیگه، الف بای فیزیکو در دو هفته مونده به کنکور که نمیگن که. پس ما امروز و فردا فقط نیت چی داریم؟ دوره، نه آموزش. آموزش مال کلاس سالیانه است که 90 جلسه است، وقت داریم تا دلت میخواد پهنش کنیم، اما الان فقط باید چیکارش کنیم؟ جمعش کنیم. برای همین مثلا من سوال دارم حل میکنم، تو نوسان مینویسم اومگا مساوی با دو پیتیوم، یکی میگه اومگا چیه؟ مثلا سرعت زاویه چی؟ اون باید بره کلاس ثبت نام بکنه، اون باید بره آموزش ببینه، اومگا رو دیگه همه باید بدونه سرعت زاویه دیگه. گرفتین؟ اگر قرار باشه درس بدم باید یه سال درس بدم دیگه، تو دو روز که نمیشه تمومش کرد، تو دو روز فقط میشه دوره کرد، یه دوره کامل و عالی. آها، بعد چی تو باید یاد بگیری الان؟ اینم بهت بگم، من یه ویدیو گرفته بودم تو اینستاگرام گذاشتم، اینم توضیح دادم. بچه ها صدای من باید توی گوش شما بمونه که این تستا رو هر کدومش رو در کنکور دیدی حواست باشه من رو چه چیزهایی تأکید کردم. مثلا تو این تسته نگاه کن، تأکید کردم اگر بین دو متحرک اختلاف زمانی بود، ابتدا متحرک اول رو به اندازه اختلاف زمانی چیکار کنی؟ حرکت بدی. یعنی یکی از چیزایی که شما باید اینجا به من خیلی خوب توجه می‌کردی اینه که اگر بین دو متحرک اختلاف زمانی بود، متحرک اول رو به اندازه اختلاف زمانی حرکت بدیم. حالا نکته دوم دقت بکنید، خیلی مهمه. همیشه تو این جور سوالا که اختلاف زمانی به ما داده، ما حواسمون رو جمع می‌کنیم. یعنی اگه هفتو درآوردم نمیرم عجله کنم هفتو بزنم، اول با حوصله سوالو میخونم ببینم کدوم زمانو خواسته. گفته خودروی دوم چند ساعت پس از آغاز حرکت خود، یعنی این 90. خب پس درست حساب کردم، این هفته درسته. اما اگر میامد میگفت خودروی اول پس از چند ساعت از آغاز حرکتش خودروی دوم بهش میرسه، اون موقع جواب من چند میشد؟ خودروی اول 2 ساعت زودتر را افتاده. یعنی خودروی اول 2 ساعت حرکت کرده بعد دومی را افتاده، 2 ساعت زودتر، 2 ساعت بیشتر تو راه بوده. پس زمان اولی میشه 9. زمان اولی میشه 9. ببین تو همایش نیومدی الان فیزیک یاد بگیری، اومدی آخرین توصیه‌های منو بشنوی که بدونی سر جلسه کنکور چه چیزهایی هست که نباید سوتی بدی. یکیش این بود. الان ما زمانو از معادله نسبی به دست میاریم، ته سوالو میخونیم ببینیم کدومو خواسته. این نکته رو حتما بهش توجه کن. از این داستانا تو سوالای بعد زیاده، بچه حواستون باشه، سوالای دینامیک و نوسان جزوه‌مون یکم سخته، حرکت به خاطر اون عضویاتش یکم ساده است. بچه نموداره هانی عزیزم خون سرد باش، اون همه عدد 1 نیاز نیست تایپ بکنی. فکر کنم که بله جوابت درسته. میگه نموداره مکان زمان حرکت جسمی مطابق شکل شتاب متوسط در بازه 3 تا 15 چند بر مربع ثانیه است. ما برای به دست آوردن شتاب متوسط 2 تا سرعت نیاز داریم. عالیه. 2 تا سرعت نیاز داریم، یکی سرعت اینجاست. خب بچه ها شیب نمودار مکان زمان میشه سرعت دیگه. ببین ضلع مقابلش رو به ضلع مجاورش تقسیم میکنی، بین 9 و 13 میشه چند تا؟ 4 تا. این هم میشه 3. پس من شیب خط مماس رو حساب کردم، شیب خط مماس رو به دست آوردم، این بین 9 و 13 شده 4، این تیکم شده 3، پس در مجزر مقابل به مجاور شد 4/3. چون این سعودیه شیبش مثبته، یعنی عدد سرعتت هم مثبته. اگه نزولی بود بعد منفیشو میذاشتی. ویدو در لحظه 15 هستش،
خط مماست افقی سرعتت صفره، شتاب متوسط میشه دلتا وی به دلتا تی. بچه ها دلتا وی میشه وی دو منهای وی یک، دلتا تی هم میشه 12، میشه منفی 1/9. عالی، خیلی خوب. بچه ها یه سوالی مثل سوال 15 رو که خیلی ساده است و میدونم همتون بلدین حل بکنین، لطفاً بهش رحم نکنید دیگه. همه تو صفحه چت اسما رو ببینم که دارن حل میکنن. انقدر این سوال 6 مهم بود که دوباره اینجا هست. بچه ها سوال 6 تنها سوالیه که فکر کنم از جزو نکته و تست براتون توی این جزو گذاشتم. همه سوالایی که توی همایش دارم حل میکنم متفاوت با نکته و تسته، الا این یه دونه. دلیلش هم خاطر اینه که خیلی مهم بود. ما مشابه اینو تو جزوه فیزیک درمانی داشتیم، تو پرتو درمانی داشتیم، تو غنی‌سازی هم داریم. ببین منو جوابشو میگی گزینه چند میشه؟ میخوام ببینم چقدر خوب نکته و تستو خوندی. چقدر خوب نکته و تستو خوندی؟ بچه ها مباحث رشته ریاضی به دلیل اینکه توی کلاس مشترک نشستین و با هم سر کلاس هستین، مباحث رشته ریاضی رو سر کلاس درس نمیدم، ولی برای ریاضیات چون میدونید که من تبعیض قائل نمیشم، یعنی ریاضی ها برامون مهمن، بهشون توجه ویژه هم داریم. برای ریاضی ها سوالایی که انتخاب کردم رو ضبط کردم و جزوش به اضافه فایل ضبط شدهش به صورت آفلاین روی پنلتون قرار میگیره، میتونید ببینید. خب عالیه، گزینه 3 میشه. ببین اول شما میری شتاب حساب میکنی. شیب نمودار سرعت زمان همه میدونیم شتابه. شتاب قسمت اول میشه مقابل به مجاور میشه وی دوم. من نگاه این آیه که این زل مقابلشه وی، این مجاورشه دو، میشه وی به دو. پس شتاب اولی شد وی دوم. شتاب این آخر رو میخوام حساب بکنم، چون مال قسمت سومه اسمشو میذارم آسه. این آسه این آسه میشه منفی وی سوم. ببین مقابل به مجاور میشه وی به سه، منتها چون خط نزولیه منفی هم داره میشه منفی وی سوم. خب حالا بچه ها گفته که ترازو در مرحله دوم وزن شخص رو 600 نشون میده. مرحله دوم اینها، این مرحله دوم، اینجا جاییه که داره با سرعت ثابت حرکت میکنه. ترازو اینجا عددی که داره نشون میده چنده؟ 600. خب بچه ها اینجا که داره با سرعت ثابت حرکت میکنه باید بدونید که این اگر مثلا آسانسور باشه، این شخص باشه، اینجا یه ان رو به بالا داره، یه ام جی رو به پایین. خب در مرحله دوم، در مرحله دوم ان مساوی میشه با ام جی، مساوی میشه با 600. میگی آقا چرا در مرحله دوم ان و ام جی با هم برابرن؟ میگم چون در مرحله دوم داره با سرعت ثابت حرکت میکنه. پس قانون اول نیوتن مینویسی، چون با سرعت ثابت حرکت میکنه نیروی رو به بالا رو به پایین با برابر باشه، یعنی ان با ام جی باید برابر باشه. سوال گفته 600، اگه ان مساوی با ام جی مساوی با 600، ام اش در میاد 60. بگو خب حالا بریم برای قسمت اول و سوم قانون نیوتن بنویسیم. بچه ها گفته به هنگام صعود داره میره بالا. قرار ما این بود که در دینامیک برای حل سوال قانون نیوتن بنویسیم، بگیم نیرو در جهت حرکت منهای نیرو در خلاف جهت حرکت برابر است با ام آ. اگه فرمول برای آسانسور یاد گرفتی بنداز دور. گفتم آسانسور فرمول نداره، در جهت منهای خلاف جهت ام آ بنویسیم. در جهتمون اینجا چیه؟ جهت حرکت رو نگاه کن، ان در جهته، خلاف جهت چیه؟ ام جی. پس من می نویسم ان یک منهای ام جی برابره با ام ضرب در شتابش چقدر وی دوم، ان دو منهای ام جی برابره با
ام ضرب در منفی وی سوم شتاباشو مستقیم سری جاگذاری کردم. حالا بچه ها بالایی رو منهای پایینی میکنیم، خب میشه ان یک منهای ان دو، ام جا چی میشه؟ پر میره، میشه ام وی دوم منهای ام وی سوم، میشه پنج ام وی ششم. آقا چی گفته؟ گفته تفاضل عددی که ترازو در مرحله اول سوم نشون میده 200، یعنی به جا اون ان یک منهای ان دو باید بذاری 200. بعد 5 تا ام 60، اینم وی، اینم 6، وی میشه چند؟ 200 به 4. گزینه 3 عالی، زدیم گزینه 3. حالا بریم سراغ سوال بعدی. آها این برای جدیده، این آسانسور نیست، این آسانسور نیست، یه اتاقکه. مثل یک ترن در نظر بگیر که داره به سمت جلو حرکت میکنه، این یکی از اون کوپه های ترنه و این چون داره با سرعت به سمت جلو حرکت میکنه، وقتی این با سرعت به سمت جلو حرکت میکنه این وزنه بهش چسبیده، این که داره میره جلو این وزنه بهش چسبیده، داره وزنه رو به خودش میبره جلو، وزنه قصد افتادن نداره. بدون اینکه تو وزنه رو به دیوار فشار بدی، این وقتی با سرعت میره این وزنه بهش میچسبه. خب دیواره اون اتاقه که به اون وزنه یه نیروی وارد میکنه ان، رو به پایین یه نیرو داری ام جه، رو به بالا چی داری؟ ای گفتی؟ گفته برای آنکه کتاب نسبت به دیواره حرکت نکند، پس یعنی اف چی دارم؟ اس دارم. خب بعد اتاقک حداقل با چه شتابی؟ بچه ها ما یه کدی داشتیم با هم، ما با هم یه قراری داشتیم. میگی چه قراری؟ ما کلی با هم قرار داشتیم در تمام سوالهایی که تو دینامیک کلمات حداقل یا حد اکثر دیده میشه، اون جسم ما استکاک شیستایی ماکسیمومه. یعنی گفتم حداقل فلان چیز، حد اکثر فلان چیز رو پیدا بکن، اون وقت اون استکاکه میشه فس ماکس. این یه نشونه است که تو صورت سوال چشمت باید ببینه، پس این میشه فس ماکس. حالا بعد قانون نیوتون بنویسی، جسم ما داره با شتاب حرکت میکنه، چون داره با شتاب حرکت میکنه تو راستای افق برآیند نیروها میشه ام آ، یعنی ان میشه ام آ، تو راستای قائم برآیند نیروهاد میشه صفر، یعنی اف اس ماکس و ام جه هم با هم برابرن. بیا رابطه بالا و پایین رو به هم تقسیم بکن، ان به اف اس ماکس، تو تقسیم اما میره، اصلا دلیل این که تقسیم میکنم اینه، البته یه دلیل دیگه هم داره، اف اس ماکست میشه مو اس ضرب در ان، ان ما هم میره. خب بچه ها موه اس چنده؟ ببین چشتو باز کن، موه اس بذار، موه کا بذاری، باز جوابش تو گزینه ها هست، ولی ما حواس جمعی، ما آدم های بسیار حواس جمع و دقیقی هستیم. به جای موه اس نیمو میذاریم، آ رو میذاریم، اینم میذاریم 10. آ در میاد 10 تقسیم بر نیم میشه 20. گزینه 2. آفرین به هم. آقا هی داره یواش یواش سخت‌تر میشه، خب ولی شما روحیت رو حفظ کن. ببین بچه ها قرارمون این بود دیگه، یه دو روز بعد به روحیت بگی خودشو لوس نکنه، خب بعد تازه روش تستی داره بابا، بعضیشو بهتون میگم اگه سخته باید چی کارش کنیم. اف مائده نوری به من دقت کن، تو راسته ایکس ها چون واگن داره با شتاب حرکت میکنه، قانون دوم نیوتون برآیند نیروها ام آ، چون یه دونه نیروی ان داره اون ان رو مساوی با ام آ قرار میدی. اینجا دقت کنیم، ما اول از این شکل ببین، سوالایی هستن که دو حالت دارن، دو وضعیت مختلف دارن.
اول با اون شکل اولیه سوالو حل میکنی، جوابتو در میاری، بعد شکلو تغییر میدی، یه شکل جدید میکشی، میری سراغ حالت جدید. ما الان قراره چی رو پیدا بکنیم؟ گفته نیرویی که سطح به جسم وارد میکند زاویه تتا رو با سطح افقی میسازه. نیروی سطح به جسم اسمش چیه؟ سطح به جسم. سطح به جسم چی رو میخواد؟ این رو میخواد؟ این؟ گول نمیخوری نه؟ آقای علی پور میام خفت میکنم، دقت کن. آر میخواد. نیروی سطح به جسم میشه چی؟ آر. اینجا یه دونه امجه داری؟ اینجا یه دونه ان داری؟ اینجا چی داری؟ استکاک داری. استکاکت از چه جنسیه؟ پارسا صفایی. تو هم همینطور دقت کن. نیروی عمودی سد نیست. ببین نیروی عمودی سد بود که میگفت عمودی سد دیگه. داره به ما میگه نیروی که سد به جسم وارد میکنه. نیروی که سد به جسم وارد میکنه برآیند اون ان است و این افکاه که برآیندش میشه آر. اون آره با افق زاویه‌ای میسازه که در حالت اول تتا یک بوده. خب من میگم این تتا یک رو در حالت کلی تتا فرض کن. خب زاویه اون عکس العمل سد با خط افق رو بگیر تتا، بعد بیا از اون تتا تانجانت بگی. تانجانت بلدی دیگه، میشه چی؟ مقابل به مجاور. مقابل به مجاور. ببین این آره مقابلش اینه، این با این برابره. پس مقابل تتا میشه این تیکه که انگشت من داره نشون میده، تو هم داری میبینی، که میشه همون ان به مجاور که میشه افکا. میشه ان به افکا. بچه ها افکا چیه؟ میشه یک به روی مو کا. آقا تانجانت تتا شده یک به روی مو کا. سوال دارم، اگه من این نیروه رو، این اف دو رو میبینی، اف دو رو دو برابر کنم تانجانت تتا که میشه یک به روی مو کا، چه فرقی میکنه؟ چه تغییری میکنه؟ هیچی. سه برابر کنم چی؟ هیچی. اصلا این افتایی که رو به پایینه برعکس بشه بیاد رو به بالا چی؟ هیچی. اصلا تانجانت تتا که میشه یک به روی مو کا چه ربطی به نیروهای دیگه داره؟ هیچی. این نیرویی که این وریه رو بکنم این وری، اینی که این وریه رو بکنم این وری، دو برابرش کنم سه برابرش کنم، چه تأثیری داره؟ هیچی. مو کا به جنس جسم و سطح زیرش بستگی داره و تا زمانی که این جسم ما و سطح زیرش جنسشون تغییری نکرده باشه، محیط تغییری نکرده باشه، موکا تغییری نمیکنه. پس تانجانت تتا تغییری نمیکنه. پس در نتیجه این چون ثابته، این هم کلن در همه حال ثابته. یعنی الان گفته تو سوال گفته نیروی اف دو رو خلاف جهت کنیم. خب بکنیم، تتاش که تغییری نمیکنه. پس تتا دو تتا یک باید با هم برابر باشن. گزینه یک هم جوابه. چرا گزینه یک جوابه؟ چون شما داری تو شکل میبینی زاویه‌ای که آر با افق میسازه این از 90 چیه؟ کوچیکتره. از 90 چیه؟ کوچیکتره. پس جواب شد گزینه یک. معنی نگاه کن، یک حرف بسیار بسیار مهم میخوام بهتون بزنم، دقت کنید بچه ها. این که میگم خیلی مهمه. تو دینامیک ما یه سری مسئله داشتیم خب، که این سوالها نصف حلش قانون نیوتن بود. بعد قانون نیوتن رو که مینوشتی، شتابو که در میآوردی، از اون شتابه میرفتی سراغ فرمولای فصل حرکت و چی کار میکردی؟ سرعت پیدا میکردی، زمان پیدا می کردی. یعنی
ترکیبی دینامیک بود با حرکت. بعد چون حرکت شتاب ثابت حذف شد، اون وقت چه اتفاقی افتاد؟ یه سری اومدن گفتن خب آقا پس سوال ترکیبی دینامیک و حرکت دیگه نداریم. اما داریم. میگه چرا زاویه کوچیکتر از 90 شد؟ شما شکل رو نگاه کن، اون تتا قرمزه که من کشیدم رو نگاه کن، خودت بگو اون تتا کوچیکتر از 90 یا بزرگتر از 90، متوجه میشی. حالا من حرفم اینه، سوال ترکیبی دینامیک و حرکت که قبلا میدادن آیا بازم میتونن تو کنکور بدن؟ آره، ولی با کار انرژی بدلش کنی. یعنی چی؟ چون حرکت شتاب ثابت حذف شده، دیگه ما نمیایم ابتدای حل قانون نیوتن بنویسیم شتاب در بیاریم بعد بریم سراغ فرمولای حرکت، چون حرکت حذفه. ما بعد حالا این سوال رو با چی حل کنیم؟ با کار و انرژی. زمان هم نمیتونه ازت بپرسه، فقط میتونه سرعت بپرسه، چون اگه زمان بخواد دیگه مجبوری بری سراغ حرکت، حرکت هم حذف شد. خب برای همین زمان نمیتونه از ما بپرسه چون حرکت شتاب ثابت نداریم، میتونه سرعت بپرسه، ما میریم با کار انرژی حل میکنیم. پس اگه تا حالا همیشه تو زندگیت داشتی یه سوالی مثل سوال 9 با ترکیب دینامیک و حرکت حل میکردی، الان چون حرکت شتاب ثابت حذفه مجبوری با قضیه کار انرژی حل کنی. شخصی به جرم 50 کیلوگرم با سرعت 10 به یه تشک برخورد میکنه، اونو حد اکثر 50 سانتیمتر فشرده میکنه، یعنی انقدر توی این تشک فرو میره که سرعت چی بشه؟ صفر بشه. سرعت اولیش چنده؟ 10. خب نیرویی که از طرف تشک به شخص در این برخورد وارد میشه، بچه این گلوله‌ای که داره توی تشک فرو میره، من گلوله رو بیرون کشیدم، نیرویی که بهش وارد میشه یه دونه امجه است، یه دونه هم نیروی مقاومتیه که تشک داره بهش وارد میکنه، دو تا نیرو شد، یه اف رو به پایین، یه امجه رو به پایین، یه اف رو به بالا. خب باری که الله متین، آفرین. حالا من میام این کار رو میکنم، میگم کار براینده نیروها میشه تغییرات انرژی جنبشی. نیومدم قانون نیوتن بنویسم، چون گفتم ترکیب دینامیک حرکت نداریم، مجبوری با کار انرژی حل کنی. خب کار براینده نیروها میشه مجموع کار تک تک نیروها. تغییرات انرژی جنبشی میشه 1/2 ام در وی دومن های وی صفر دو. بچه ها سرعت ثانویه همون چنده؟ صفر. خب W MJ چی میشه؟ MGH مثبت هم هست چون داره پایین میره. بعد می نویسم WF به اضافه جرم چند 50، J چند 10، H چند 50 سانتی متر به متر میشه 1/2. 1/2 ضرب در جرم چقدر؟ 50 منفی 10 به توان 2 میشه منفی 100. خب این 50,000 × 100 که میشه 5000 تقسیم بر 2 میشه 2500. این هم ور میداریم میبریم این ور، 2500 با 250 WF ما میشه منفی 2750 جول. میگه آقا چرا منفی شد؟ خب چرا نباید منفی بشه؟ وقتی جهت حرکت رو به پایینه، نیروی مقاومت تشک رو به بالاست، پس این دوتا خلاف جهتن، کار نیروهای خلاف جهت باید هم منفی بشه که شد. بعد ملیکا الان جوابتون میدم، یه دفعه صبر کن. بعد این WF میشه F D کوسینوس 180. به جای WF چی می‌نویسم؟ منفی 2750. نیروی مقاومت رو میخوام، جا به جایش 1/2، اینم منفی 1، این اف در میاد 5500، منفیاش هم رفت. خب الان یکی میاد میگه که نلیکا اینو گفت، گو آقا خب راه حل ما که ربطی به حذفیات نداره، میتونیم قانون نیوتن بنویسیم شتاب رو پیدا کنیم بعدم بریم مستقل از زمان بنویسیم. آره میتونی، منتها چون حرکت شتاب ثابت حذف شده و اکثر بچه‌ها دیگه شتاب ثابت رو نخوندن، برای همین من اون راه حل رو نرفتم، یه راه حلی رفتم که شما تو کار انرژی دارین هم خوندین. و
برای همین اون راه حلی که حذف شده رو نگفتم، یه راه حلی که حذف نشده رو گفتم. حالا شما اگه سر جلسه کنکور فرمولای فصل حرکت یادته اشکالی نداره، یه قانون نیوتن بنویس، شتابو پیدا کن، بعد برو مستقل از زمان بنویس، جوابت هم درست در میاد. این یه مورد. یه مورد دیگه هم این بود که میخواستم در واقع به شما این یادآوری رو داشته باشم که بعضی از چیزهایی که حذف شده رو اگر سر جلسه کنکور دیدین شاخ در نیارین، نامردی هم نکردن. یعنی بعضی موقع بچه ها کنکور میان بیرون میگن برای چی از حذفیات سوال دادن. بچه خب یه راهش حذف شده، یه راه دیگه مونده. این سوال رو تو کنکور داده، تو با اون یکی راهی که حذف نشده میتونی حل بکنی. خب از کجا معلوم افقی حرکت کرده باشه؟ مگه افقی حرکت کرده؟ مگه الان هیچ که افق میدونی کدوم افق؟ اینه، این قائمه، گلوله اینجوری قائم حرکت کرد. والا متین فکر کردم گزینه دو رو زده، گفتم آفرین، احتمالاً چشای من اشتباه دیده. شخص تو راستای قائم داره میره پایین، اصلا افقی وجود نداره. شخص تو راستای قائم داره میره پایین، خورده به اون توشک، تو توشک فرو رفته تا سرعتش صفر شده، همش هم قائمه. آقا این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اصلا مقاومت هوا در دینامیک وحشتناک مهمه. یکی دیگه از دلایلی که مهم بود همایش ثبت نام بکنید اینه که برای آخرین بار رو چیزایی که تو کنکور میاد تاکید کنیم. دارم چی بهت میگم؟ مسئله های مقاومت هوا در دینامیک بسیار مهمه. میگی آقا تعدادش زیاد نیست؟ میگم نه، کلا دو سه تا سوال بیشتر، دو سه مدل بیشتر نداره. الان من اینا رو تو جزوهتون دارم، اینایی که حل میکنم و یاد بگیر، شک نکن سوال مربوط به مقاومت هوا که احتمال بسیار زیاد در کنکور میاد یکی از اینایی که من برات حل میکنم. ببین ورزشکاری توپی رو مطابق شک با تندی اولیه ویسف به سمت بالا پرتاب میکنه، اگر در نقطه اوج توپ بزرگی شتاب توپ 4/3 ژ باشه، نیروی مقاومت هوا در نقطه اوج چند برابر وزنه. اینجا رو ببین، تو دینامیک اول باید شما چیکار کنی؟ نیروها رو رسم کنی. اینجا من یه دونه چی دارم؟ MJ. یه دونه چی دارم؟ مقاومت هوا. نه که این توپ اینوری پرتاب شده، دست منو نگاه، نه که این توپ اینوری پرتاب شده داره جلو میره، مقاومت هوا خلافشه، به سمت راست میره، تو اوج مقاومت هوا افقی به سمت چپه. خب برایند این دوتا اسمش F توتاله، یعنی نیروی برایند، چون شتاب کلو به ما داده 4/3. ببین اف تی میشه ام آ، میشه ام ضرب در 4/3 ژ، یعنی 4/3 ام ژ. بچه ها برایند نیروها به دست اومد 4/3 ام ژ. حالا برایند اون دو تا بردار اف تی برابر است با رادیکال اف دی به توان 2 به اضافه ام ژ به توان 2. من حرفم اینه، دو تا نیرو در اوج داشتیم، یه دونه رو به پایین داشتیم ام ژ، یه دونه به این سمت داشتیم مقاومت هوا. این ام ژ و اون مقاومت هوا بر هم عمودن، برایند میشه رادیکال اولی به توان 2 به اضافه دومی به توان 2، میشه 4/3 ام ژ اف دی به توان 2 به اضافه ام ژ به توان 2. به توان 2 برسونیم که رادیکالش بپره رو اعصاب اون رادیکاله، میشه 16/9 ام ژ 2. این میره از این کم شه.
اف دی به توان دو میشه 7/9 امج دو، جذرش هم بگیر میشه رادیکال 7/3 امج. رادیکال 7/3 امج. خب ببین 11 بازم مقاومت هوا داریم ما جلوتره، چون گفتم مقاومت هوا به شدت مهمه، بازم مقاومت هوا داریم جلوتر. ببینید باریکلا. خب بقیه جوابا بیاد، جوابا بیاد بگم که کدومش درسته. جواب نمیاد. من آروم آروم حل میکنم تا جواب شما برسه. اینجا یه دونه N داریم، خب اینجا یه دونه استکاک چی داریم؟ ایستایی. اینجا یه دونه MJ. خب بچه ها الان اگر من بخوام برای راستای افقش، میدونم چه سوتی دادین قشنگ، الان میدونم چه یعنی چه اشتباهی کردین که اینجوری داره میشه را قشنگ میدونم. در گویا کردن کسر یه سوتی ناجور دادین که جوابتون اینجوری داره اشتباه در میاد و جالب همه با هم دارین اون سوتی رو میدین. اوه 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 ببین منو، یه اف اینوری داریم، یه اف اینوری داریم، یه ان اینوری داریم. خب برآیند نیروها در راستای افق صفره، پس ان و اف با هم برابرن، یعنی برای حالت اول ان مساوی است با اف، اف اس هم مساوی با ام جی. بچه ها چرا اف و ان رو مساوی قرار دادم؟ چون ساکنه تو راستای افق. چرا ام جی و اف اس رو مساوی قرار دادم؟ چون تو راستای قائم هم ساکنه. کی گفته؟ سوال گفته ساکنه. حالا ان و اف اس رو داری، برایند ان و اف اس میدونم که اسمش آره، اسمش نیرویه که سطح به جسم وارد میکنه. سوال از ما آر رو خواسته، آر میشه رادیکال. این انه که با اف برابره و این اف اسی که با ام جی برابره، برایندشون زیر رادیکال بعد حساب شه. برایند ان و اف اس میشه رادیکال این به توان دو بزفه این به توان دو. ان رو به جاش اف میذاری، اف اس هم به جاش چی میذاری؟ ام جی میذاری. خب میشه اف دو به اضافه ام جی دو. بعدش بذارش کنار، حالا برو سراغ حالت دوم. یه دیوار میکشی، یه دیواره، اینجا یه دونه F داره، اینجا یه دونه N داره، مونتا چون گفته نیرو افقی رو 3 برابر کنیم این میشه 3F. خب بعد اینجا یه دونه دوباره FS داره، اینجا یه دونه MJ داره. آقا جان باز این جسم ساکنه، پس این انه که به سمت راسته با این سه افه که به سمت چپه برابره، اف اس هم با ام جی برابره، یعنی ان با سه اف، ان با سه اف برابره، اف اس هم با ام جی برابره. خب آر پیریم، آر پیریم میشه رادیکال سه اف به توان دو به اضافه ام جی به توان دو، میشه 9F2 به اضافه MJ به توان دو. خب حالا چی شده؟ سوال گفته نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه دو برابر میشه. اینا ها نگاه کن، نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه دو برابر میشه، دوش اینجاست، یعنی این آر پریمه چند برابره؟ آره دو برابر،
یعنی آر پریم به آر دوه. خب آر پریم به آر دوه. بیا این رادیکال پایینیه رو به بالاییه تقسیم کن، رادیکال پایینیه رو به بالاییه تقسیم کن، میشه 9F2 به اضافه MJ2 به روی F2 به اضافه MJ2. خب حالا اونو به توان 2 برسون، میشه 4 برابر است با 9F2 به اضافه MJ2 F2 به اضافه MJ2. چهار تا F2 طرفین وسطین به اضافه چهار تا MJ2 نه F2 به اضافه MJ2. خب سه تا MJ2 میشه پنج تا F2. F2 تقسیم بر MJ به توان 2 میشه چی؟ میشه 3 پنجم. بعد اینو که بخوای جذر بگیری، اینو که بخوای جذر بگیری، اون وقت میشه چی؟ رادیکال 3 پنجم. بعد گویاش باید بکنی دیگه، وقتی اینو میخوای گویا بکنی صورت و مخرج در رادیکال 5 ضرب میشه. خب رادیکال 3 در رادیکال 5 نمیشه 3 رادیکال 5، میشه رادیکال 15. فهمیدین سوتیتون چیه؟ فهمیدین؟ رادیکال 3 ضرب در رادیکال 5 نمیشه 3 رادیکال 5، میشه رادیکال 15. رادیکال 15 رادیکال 5 هم تو رادیکال 5 میشه 5، میشه 1. برای همین اشتباهی گزینه 2 رو زدین خیلیا. مشکل این که گزینه 2 رو به دست آوردین در گویا کردن کسره بوده، که خب اولش بعضی اصلا بعضی درستش کردن، اینه آخرش درستش کردن، گزینه صحیح رو زدن، عالی بود. خب سوال 12 بچه ها ترکیبیه فصل مغناطیس با دینامیک، مغناطیس دینامیک ترکیب بشن میشه سوال 12. ببینید بچه ها، ما امروز کاری که با شما انجام میدیم سه بخش داره. بخش اولش 20 تا سواله، بخش دومش 20 تا سواله، بخش سومش 10 تا سواله. خب فردا هم دوباره همین شکلیه. هر کدوم از این بخشا که تموم بشه بهتون استراحت میدم، یعنی بخش اول که 20 تا سوال تموم شد بهت یه استراحتی میدم، بعد بخش دوم 20 تا سوال دوباره یه استراحت بهت میدم و میریم سراغ بخش سوم. بخش سومش باحاله. من هیچ وقت تو همایشام این کارو نکرده بودم، امسال اولین باره دارم این کارو میکنم. اومدم گفتم شاید بچهای ما وقت نکنن برن کل جزوه ها رو بخونن، جزوه های فیزیک درمانی طی سالشون رو بخونن. در بخش سوم اومدم از تو جزوه های طی سالتون اون احتمالیاشو کشیدم بیرون. مثلا 20 تای اول که دارم برات حل میکنم کاملا برات جدیده، 20 تای دوم جدیده، اصلا تکراری توش نداره، همه تست جدیده. خب بعد 10 تای آخر از قصدم آخر گذاشتم که وقتی خسته میشی اون تیکه رو بگم. 10 تای آخر تستای مهم جزوه های طی سالتونه. کاربر اومده میگه که کلاس تا ساعت چنده؟ 10. کلاس تا ساعت 10 اگر خدا بخواد، ایشالله ممکنه تا ساعت 10 و نیم هم بشه. بعد بریم سراغ سوال 12. سیمی به جرم ام حامل جریان الکتریکی در یک میدان مغناطیسی عمود بر میدان قرار دارد، به اینش باید دقت کنید. نیروی مغناطیسی وارد بر سیم با وزنش خونسا شده، اینم باید دقت کنید. یعنی چی؟ این سیمته، این نیروی مغناطیسیه، بگو خب این چیه؟ ام جه. بعد خونسا شده یعنی F مساویه با MJ. کاملا سوار بر صورت سوال، کلمات صورت سوالو میخونیم، قسمت های مهمشو میکشیم بیرون، لازم باشه شکلم میکشیم، میریم سراغ ادامش از اینجا به بعد. اگر در یک لحظه جهت جریان برعکس شد،
سب کن، اگه جهت جریان تو سیم برعکس شه نیروش هم برعکس میشه. البته من نمیدونم که جریان درون سیم به سمت راسته یا به سمت چپه. جریان تو سیم اصلا برام مهم نیست که به کدوم سمته، یا به سمت راسته یا به سمت چپه. فقط چیزی که برام مهمه اینه جریانه به هر سمتی بوده باعث شده نیروی مغناطیسی رو با بالاشه. حالا جریانه برعکس شه باعث میشه اون نیروی مغناطیسی هم برعکس شه، یعنی اگه بالاست بیفته پایین. نه که فقط فکر کنی جریانو جریان برعکس شه نیروی مغناطیسی برعکس میشه، میدانم برعکس شه نیروی مغناطیسی برعکس میشه. جریان و میدان هر کدومش رو خلاف جهت کنن نیرو برعکس. پس در شکل جدیدی که من میکشم یه امژه رو به پایین میکشم، یه اف مغناطیسی رو به پایین میکشم. فهمیدی چرا رو به پایین؟ خب بعد گفته که مقدار آن 75% کاهش یابد. مقدار آن منظورش کدوم از آن؟ منظورش جریانه، چون راجبه جریان صحبت کرده بود، گفته بود جهتشو برعکس میکنیم. پس وقتی میگه مقدارش 75% کم میشه یعنی جریانه 75% کم میشه. بچه‌ها یه جمله معروفی همیشه سر کلاس‌ها به بچه‌ها میگم، میگم ببینید در زندگی همیشه اونی که میره مهم نیست، اونی که پای آدم میمونه مهمه. اونی که رفت که رفت که. اگه الان یه جریانی داریم 75%ش رو کم کنیم این اصلا مهم نیست، 75% جریان مهم نیست، کم شد. چقدر میمونه؟ تو باقی موندهش برات اهمیت داره. هر کمیتی 75%ش بره 25% میمونه، میشه باقی مانده. 25% میشه 1/4، یعنی جریان چند برابر میشه؟ 1/4 برابر میشه. پس حواست باش. نیرو که فرمولش بی آی ال سینوس آلفا است، وقتی این 75%ش میمونه، 75%ش میره 1/4 میمونه. این 1/4 برابر میشه، پس این نیرو هم 1/4 برابر میشه. یعنی نیرو در حالت جدید باید بشه 1/4 حالت قدیم، یعنی 1/4 امجه. چرا 1/4 امجه؟ چون این اف با امجه برابر بود. جهت جریان که برعکس شد این اف هم سر و ته شد، چون 75% جریان کم شد اف هم 1/4 برابر شد. یعنی اگه قبلا امجه بوده الان باید بشه 1/4 امجه. حالا توی این سیمه یه امژه رو به پایین داری، یه 1/4 امژه رو به پایین داری، دو تا نیرو به سمت پایین داری، میای قانون نیوتن مینویسی، برایند نیروها برابر است با ام آ، حل میشه میره به این صورت. 1/4 امژه به اضافه امژه میشه برایند نیروهات که به سمت پایینه مساویه با ام آ، ام و ام و ام میره. 1/4 امژه با ژ میشه 5/4 امژه. و آ از اینجا در میاد 50/4 25/2. چون گفته تندی و پس از 2 ثانیه حساب کن، بچه ها دلتا وی اصلا اینجوری میتونی بنویسی دیگه، نگاه کن، میتونی بنویسی آ برابر است با دلتا وی به دلتا تی. چون دلتا تیمون که گفته بود 2 گذاشتم، وی صفرش هم که صفره، این شتابم 25/2، یعنی 25/2 میشه وی دوم، وی میشه 25. حواست باشه شتاب نخواسته بود، سرعت خواسته بود. یعنی یه موقع اشتباهی 12 نزنی. خب همه دانش آموزا، همه اونایی که الان اوکی هن، خسته نیستن، قبراغن، خوابشون نمیاد، دارن خوب یاد میگیرن، دارن از کلاس استفاده میکنن، پر انرژی هن، عدد 1 رو برای من تایپ کنن. هر کی هم خسته است، له داغون، افسرده است، حوصله گوش کردن درس نداره، بره جلو چشم من پیداش نشه.
به 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 عالی. آهان، یکی دیگه خیلی زیادی سر حال بود با اون ایموجی هایی که فرستاد. عالیه عالیه. بریم سراغ سال 13. این هم دوباره مقاومت هواست. مقاومت هوام بسیار مهمه. مقاومت هوام بسیار مهمه. دقت کنیم. جسم M از ارتفاع H با تندی اولیه سقوط میکنه، به طوری که نیروی مقاومت هوای وارد بر آن با تندی آن در SI رابطه اینو داره. بچه ها، بسته به این که جسم ما چه شکلیه، چه اندازه‌ای داره، چه حجمی داره، چه ویژگی‌های فیزیکی داره، برای هر جسمی یه رابطه‌ای بین مقاومت هوا و تندی تعریف میشه که حالا این تندی رو بعضی وقتا با اس نشون میدن، بعضی وقتا با وی نشون میدن، چون اندازه سرعت لحظه‌ای با اندازه تندی لحظه‌ای با هم برابر هستن. در نتیجه رابطه مقاومت هوا و تندی رو مسئله به ما میده. الان اس نشون داده تندی رو، مقاومت هوا رو هم با اف نشون داده، گفت آقا این اف با دو اس برابره. حواست باشه هر وقت خواستی تندی حدی حساب بکنی. الان باز یکی میاد میگه تندی حدی یعنی چی؟ خب تندی حدی یعنی چی؟ من در طی سال داشتم یه ساعت راجع به تندی حدی صحبت میکردم، الان نمیشه گفت. خب باری که الا پارسا، 6 هم عدد بسیار خوبیه، عالی. این جسمی که داره توی هوا سقوط میکنه، یه امجه به سمت پایین داره، یه مقاومت هوا رو به بالا داره. زمانی که این امجه رو به پایین با اون مقاومت هوای رو به بالا با هم برابرشن، از اون لحظه به بعد این جسم ما با یه سرعت ثابتی به سمت پایین میره که اون سرعت ثابته رو بهش میگن تندی حدی. پس اگر که توی سوالی اومدن به ما گفتن تندی حدی رو پیدا بکنید، ما باید به جای مقاومت هوا بذاریم امجه. یعنی هر وقت به جای مقاومت هوا نیروی وزن گذاشتی، یعنی امجه گذاشتی، سرعتی که به دست میاری اسمش تندی حدیه. من نگاه کن، F مساوی با 2S میشه. اگر من به جای این بذارم امجه، این S تبدیل میشه به تندی حدی. خب تندی حدی ما الان در میاد امجه دوم، میگه آقا امجه چنده؟ خب لازم نیست، همینجوری اینو امجه دوم داشته باش. خب اینو من پیدا کردم. یکی از چیزایی که از من خواسته بود این بود. یکی دیگه از چیزایی که خواسته، تندی جسم در زمانیه که شتاب نصف شتاب گرانش باشه. اگر این جسم داره سقوط میکنه، یه امجه رو به پایین داره، یه مقاومت هوا رو به بالا، جهتش هم به سمت پایینه، قانون دوم نیوتنشو چجوری مینویسی؟ نیرو در جهت منهای خلاف جهت مساوی با ام آ. خب حالا گفته شتاب نصف شتاب گرانش باشه، یعنی آبش ج دوم. خب حالا اف در میاد امجه منهای امجه دوم، میشه امجه دوم. این مقاومت هوا در لحظه ایه که شتاب سقوط جسم ما نصف شتاب گرانشه. حالا تو مقاومت هوا رو پیدا کردی، امجه دوم، برو بذار تو اون فرمول F مساوی با 2S تندیشو پیدا کن. فقط دیگه اجازه نداری به این تندیه بگی تندی حدی ها. اینو میذارم چی؟ امجه دوم، 2S. این تندیه غیر حدیه، حدی نیست، میشه امجه چهارم. حالا قراره این تندی غیر حدیه رو ببینیم چند برابر تندی حدیه، یعنی S به S حدی، امجه چهارم به امجه دوم، یک دوم. گزینه 3. باری کلا به همه تون که انقدر عالی جواب صحیح رو گفتی.
خب من راجع به این سواله با شما حرف دارم بچه ها. در سوال باریکلا علی دهخان عالی بودی، عالی. ببین سوال 14 یکی از سوالای خیلی سخت دینامیکه. ببین انقدر نه انقدر تو کادر جا نمیشه حل داره، خیلی حلش طولانیه، وحشتناک. یه حرکت خوشگل انجام میدیم سوالو له میکنیم. اگر شما این سوالو بخوای عادی حل بکنی به شدت راه حلش طولانیه. چرا؟ چون مجهولاش زیاده، یه سوال پارامتریه، زشت بیریخت میشه که کلی وقت گیره. اما اگه تو بیای به این سوال عدد بدی انقدر ساده میشه که حد نداره. در سوال پارامتریا صدای من تو گوشت باشه ها، سوال پارامتریا رو خیلی خودتو عذاب نده برای حلش، عدد بده، عدد بده، آسونش کن. مثلا دانش آموز میگه آقا ما F1 رو نداریم، F2 رو هم نداریم، MJ هم نداریم، بعد میخواییم R رو پیدا بکنیم، با این همه مجهول خیلی سخت میشه. نه، همه رو عدد بده. میگی چی؟ میگم همه رو اتفاقا بیا مساوی بده، اینو بگو 10، MJ هم بگیر 10، این F1 رو هم بگیر 10. و چون جسم شما ساکنه، یه استکاک ایستایی خلاف جهت داره، این هم میشه 10. یعنی من این نیروی F2 که رو به پایین بود و عدد 10 دادم، MJ عدد 10 شد، این F1 هم دادم 10، استکاک خلاف جهت باید با این F1 برابر باشه چون این ساکنه، این FS هم میشه 10. میگی آقا اینو گوش کن، میگی آقا چرا من باید به ذهنم برسه که F10ه؟ کی گفته F10ه؟ تو بده 20، تو بده 15، اصلا دو هر چی. اون نیروهاتو چون مجهول بود یه عدد میدی، من همینجوری 10 دادم. هر عدد دیگه ای هم بدی در جواب آخرش تأثیری نداره. آقا اینجا یه دونه N داریم، یه دونه استکاک داریم، برایندش میشه R. شما این R رو الان بخوای حساب بکنی میشه رادیکال. بچه ها چون این جسم ساکنه، این F1 که به سمت راسته باید با این استکاکه که به سمت چپه برابر باشه، پس این F1 ما و این استکاکه جفتشون میشن 10. این N یه F رو به پایین داری، یه MJ رو به پایین داری، یعنی اون N برابر میشه با F2 به اضافه MJ، میشه چی؟ 10 به اضافه 10، 20. خب حالا من اینجا باید چی بنویسم؟ رادیکال FS به توان 2 به اضافه N به توان 2 میشه رادیکال FS هم که 10 به توان 2. N هم که 20 دیگه به توان 2 میشه 400. حالا بعد میریم سراغ قسمت دوم. در قسمت دوم توی سوال گفته اگر بزرگی این دو نیرو، اگر بزرگی این دو نیرو هر کدومش دو برابر شه، یعنی هم F1 دو برابر شه هم F2 دو برابر شه، اشکال نداره. آقا MJ که دو برابر نشده، پس MJ همون 10. این F2 که رو به پایینه قرار دو برابر شه، پس میشه 20. اینجا N داری، این F1 که به این سمته قرار دو برابر شه، پس اینم میشه 20، دو برابر شد دیگه. اینجا هم یه FS داری. بچه ها این FS با 20 برابره، چراشم بهت گفتم، به دلیل اینکه جسمت ساکنه. الان یه نیرو به سمت راست دارم F1 مساوی با 20، یه نیرو به سمت چپ دارم، این دوتا باید با هم دیگه چی باشن؟ برابر باشن. N هم اینجا حساب بکن، میشه N برابر میشه با F2 به اضافه MJ، 20 به اضافه 10 میشه 30. خب پس N اینجا برابر میشه با 20 به اضافه 10 میشه 30.
حالا آر رو در حالت جدید حساب بکن، این آر پریمه رو حساب بکن. خب این آر پریمه میشه اف اس به توان 2 به اضافه ان به توان 2، اف اس 20 به توان 2، ان تام 30 به توان 2 میشه چی؟ 900 و 400 1300. خب حالا آر پریم چند برابر آره؟ میشه رادیکال 1300 به 500. بچه ها 13/5 میشه 2/6. ببین 2/6 جذرش از 2 کمتره، چون رادیکال 4 میشه 2 دیگه، پس رادیکال 2/6 از 2 کمتره. جواب میشه چی؟ گزینه 2. ببین الان یکی میاد میگه که آقا این که آسون نبود. ببین من وقت ندارم برات که حل اصلیشو بنویسم. اگه حل اصلیشو مینوشتم شما اون موقع متوجه میشدی که اون سوال حلش خیلی سخته. خب این سوالی که الان من دارم برای شما توضیح میدم حل پارامتریش به شدت طولانیه. چرا گزینه 1 دارین میزنین؟ زیر رادیکال ها گزینه 2 میشه. این سوال حل اصلیش خیلی طولانیه چون پارامتریه. این حلی که من نوشتم نصف حل اصلیه. چیزی که حل ما رو ساده میکنه اینه که به اون پارامترهایی که نداشتیم عدد بدیم. این کار رو حتما سر جلسه کنکور امتحان کنید. در سوالهای پارامتری دشوار اگر نتونستی به جواب برسی به مجهولاتت عدد بده و با اون عدد به جواب برس. خب رفتیم تو نوسان، بخش عوض شد. 20 سال اولتون تا آخر نوسانه، بعد از موج تا آخر فیزیک اتمی میره تو 20 دوم. باری که علاقه عیسی، آفرین. باری که علاقه فاطمه ملائکه، عالیه. ببین